تا به حال فکر کرده اید که راز جوانی را بتوان در اعماق دریا پیدا کرد؟ تنوع زیستی دریایی منبعی پایان ناپذیر برای اکتشافات پزشکی و لوازم بهداشتی است. دانشمندان اسپانیایی اینجا در سواحل دریای مدیترانه مشغول تحقیق درباره این موضوع هستند. امروز هوا برای سفر با قایق فوق‌العاده خوب است. زیستشناسان دریایی پروژه اروپایی هم از این فرصت استفاده می‌کنند تا نمونه‌هایی را که برای تحقیقاتشان نیاز دارند جمع‌آوری کنند. آنها به دنبال این نمونه‌ها در مناطق موسوم به مزوفوتیک هستند. این مناطق 30 متر پایین‌تر از سطح دریا هستند و کمتر مورد مطالعه قرار گرفتند. به دنبال نرم‌تران می‌گردیم. در این محل زیستگاه صدف‌های دریایی است. ما هم به دنبال گونه‌های مورد نیازمان در اینجا می‌گردیم. بیمارگان مولکول‌های زیستی دارند که می‌توان در تولید لوازم آرایشی بهداشتی، دارویی یا مواد خوراکی از آنها استفاده کرد. پولیپ‌ها، اسفنج‌ها و دیگر نرم‌تنان به طور طبیعی برای دفاع از خود سم تولید می‌کنند. دانشگران معتقدند که این سموم حاوی ترکیباتی است که می‌تواند باعث به تأخیر انداختن پیری پوست انسان یا از بین رفتن سلول‌های سرطانی شود. کارمان را با جمع‌آوری نمونه‌های از بیمهرگان شروع می‌کنیم که بین 50 تا 100 گرم وزن دارند. اگر این جانوران موادی تولید کنند که به دردمان بخورد، می توانیم آنها را به طور مصنوعی در آزمایشگاه پرورش بدهیم. که در این صورت دیگر آسیبی هم به جمعیت طبیعی این جانوران دریایی نمی رسد. در تأسیسات کشت و پرورش هم محققان روش های سازگار با محیط زیست را برای پرورش بیمهرگان می آزمایند. اما یافتن گونه هایی که می توانند مفید باشند بر عهده همکاران تحقیقاتی آنها از دیگر کشورهای اروپایی است. با نمونه ها چه می کنید؟ پس از اینکه نمونه ها به آزمایشگاه رسیدند، فراوری شده و به فرانسه فرستاده می شوند تا گروه دیگر این پروژه تحقیقاتی آزمون های مربوط به استخراج زیست شیمیایی مواد را به انجام برسانند. این محققان ابزارهای جدیدی به بار آوردند که با آن می توانند ترکیبات شیمیایی را از بدن بیمهرگان بیرون بکشند و میکروارگانیسم‌هایی را که می توانند مولکول‌های ضد پیری تولید کنند در مقیاس صنعتی کش دهند. وقتی از داروهای ضد پیری صحبت می‌کنیم، در واقع درباره تعداد قابل ملاحظه‌ای از ناهنجاری‌ها و بیماری‌ها صحبت می‌کنیم. بیماری‌هایی مثل آلزایمر، پارکینسون، تباهی شبکیه چشم بر اثر پیری و مشکلاتی مثل آرتروز و البته چروک شدن پوست. هدف تنها یافتن چند ترکیب نو با فعالیت زیستی نیست، بلکه باید بتوان این ترکیب‌ها را به شکلی تداوم‌پذیر هم تولید کرد. رزین های خاصی را به کار خواهیم برد که مولکول های مورد نظر ما را جذب کنند. به استخراج مایع نیاز داریم و چیزی را که این رزین ها جذب کردند می توانیم با کاربرد کمی حلال از رزین جدا کنیم. این روش اقتصادی تر، سازگار تر با محیط زیست و به ویژه مؤثر تر است. کار تحقیقاتی دانشمندان این پروژه تا چند سال دیگر هم ادامه خواهد یافت. محققان تلاش می‌کنند چیزهایی کشف کنند که هم به سلامت ما کمک کند، هم به حفاظت از دریاها.